دارن خب به سمت کدومی که از این قطبای سیاسی تو ایران میخوان تغییرش بدن؟ البته این توضیح رو بدم که واقعاً هیچ انتخاباتی رو در جمهوری اسلامی نمیشه پیدا کرد که درش تقلب یا تخلف یا به نوعی منحرف کردن انتخابات از مسیر طبیعی در اون وجود نداشته باشه، اما دامنه تقلب ها بیشتر مورد اختلاف بوده. در انتخابات قبلی مسئله که عنوان میشه اینه که اصلا نشمردن، یعنی اعدادی رو خارج از روند انتخابات اعلام کردن. اما اینکه آیا در انتخابات مجلس نهم همچنین چیزی صورت میگیره یا نه، به هر حال یک احتماله. و اما در این حال هم ممکن است همون شیوه هایی که در دوره قبل انجام شده، مثلا اگه در حوزه های احساس بکنن اون فرد مطلوب نیامده، چند تا صندوق رو باطل بکنن تا رأی رو بندازه پایین، یا دست در آرا ببرن، در نحوه شمارش به اصطلاح یک ضریب هایی رو بزنن به نفع خودشون و یا مسائل از این دست. اتفاقا امون آقای صدیقه امام جمعه تهران برای اولین بار یه شق جدیدی هم مطرح کرد، گفت شورای نگهبان در همون ایام تبلیغات هم اگر کسی فتنه گری بکنه همونجا ولو اگر رأیم بیاره آرایشو باطل اعلام میکنه، و حال اینم دیگه شق جدیدی هستش که عنوان شده. ولی حالا برگردیم این حالت رو در نظر بگیریم که مثل دور قبل بیان اسامی رو اعلام میکنه. علالقاعده این اتفاق در همون سناریوی بود که جبهه متحد شکست بخوره تو این انتخابات به نحو کامل، یعنی اکثریت مجلس آینده رو کاندیداهای وابسته به جبهه پایداری کسب بکنن. در اون حالت هستش که چنین اتفاقی بیفته. واکنش اونها هم باید دید، چون کسانی که برگزار کننده انتخاباتن بیشتر به جبهه پایداری نزدیکن، یعنی برخلاف تصور غالب نزدیکان احمدی نژاد برگزار کننده انتخابات نیستن، و این آقای سولت مرتضوی که حالا معاون سیاسی وزارت کشور و خود نجار که رئیس ستاد انتخابات هست، هر دوی اینها از نزدیکان جبهه پایداری و رهبری هستند. یه شق دیگه که دوباره ممکنه تقلب رو بحرانی بکنه جریان احمدی نژاد هستن، یعنی اگر اونها واقعا برنامه تو انتخابات داشته باشن و اسامی اونها، یعنی اگر در انتخابات ها رأی بیارن اعلام نشه به عنوان جریان پیروز، ممکنه اونها یک به اصطلاح برخوردی رو انجام بدن، اطلاعات رو بیان افشا بکنن. باز یک سناریو دیگه هم هست که جریان احمدی نژاد ممکنه تو انتخابات حضور فعال نداشته باشه، ولی به نوعی مبارزه منفی بکنه، یعنی بیاد آمار و ارقام واقعی انتخابات رو حالا مستقیم یا غیر مستقیم منتشر بکنه و بحرانی برای حکومت درست بکنه. به نظر من اون چیزی که به قطعیت میشه گفت این هستش که میزان شرکت کنندگان در انتخابات رو حکومت اون جنبه واقعیشو اعلام نمیکنه، و البته اینو در دوره قبل هم سابقه داشته، ولی به نظر من این بار خیلی بیشتر اعلام میکنه، چون اولین انتخاباتی است که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم داره برگزار میشه، و اینا مهم هست که بگن نه هیچ مشکلی پیش نیامده، ریزشی انجام نشده و نظام کماکان مشروعیت مردمیش رو حفظ کرده، حتی بیشتر شده. بنابراین به نظر میاد که بیان عدد حداقل 60% 65% رو به عنوان نرخ مشارکت اعلام میکنن، یا در این به اصطلاح جنبه به نظر من قطعا تقلب و دست بردن در آرا صورت میگیره. اما در حوزه‌های دیگه باید دید وقایعی که در ایام تبلیغات انتخابات رو خواهد داد، خب به ما کمک میکنه که بتونیم تشخیص بدیم که آیا باز هم تقلب متعارف صورت میگیره یا اینکه نه، مثل انتخابات ریاست جمهوری دهم اصلا اعدادی رو مستقل از آنچه که در انتخابات رخ داده اعلام میکنه. بر مبنای اصلاح طلبان و اصلاح شدن این رژیم، چطور از رژیمی که بر مبنای فقه اسلامی پایه‌گذاری شده انتظار دارید در مقابل هر قانونی یه تبصره وجود داره اگر مقابل شرع نباشه، اگر و مرتب در تمام این موارد هست، چطور ممکنه که اصلاح طلبی اصولا در چنین رژیمی به وجود بیاد؟ یک
و اینکه آیا اون 8 سالی که آقای خاتمی به عنوان اصلاح طلبی مسائل مطرح کردن، مگر در انتها نگفتن من فقط یک آبدارچی هستم؟ پس چگونه انتظار داریم که این رژیم اصلاح بشه؟ متشکرم. نون از شما. البته من در هیچ جای صحبتم اشاره به این موضوع نکردم که حالا حکومت، بله خب اصلاح طلبی که من عنوان کردم اسم این جریان هست، یعنی نه به عنوان اسم خاص، نه اسم عام یا اسم کیفی که اونها واقعا به صفت هم اصلاح طلب هستن یا نه، یا رویکردشون موفق خواهد شد تو نظام یا نه. اما بحثی که شما گفتید و من هم بهش قائل هستم، یعنی حداقل سالهاست گفتم که جمهوری اسلامی به معنای یک دموکراسی متعارف و متداول واقعا شدنی نیست از چهارچوب همین قانون اساسیش، و حداقل نیاز به تغییر قانون اساسی هست و هم مبنای مشروعیتش و به طور مشخص تغییر ولایت فقیه. اما در مسیر رسیدن به این خواسته خوبی خود رو استراتژی ها فرق میکنه. بعضا همین منازعات داخل قدرت یا جریاناتی مثل اصلاح طلبی یا از اصلاح طلبی رادیکالتر جنبش سبز میتونن یاری رسان این قضیه باشن. یعنی شما اگر گزارهای موفقیت آمیز به دموکراسی رو در دنیا بررسی بکنید، همه اینها صرفا از منظر اون جریان خواهان دموکراسی رخ نده. بعضی از اونها از همین اختلافاتی که داخل حکومت بالا گرفته بعضا به همین نتایج منتهی شده یا فضا رو مساعد کرده برای به اصطلاح رسیدن به دموکراسی. یعنی حالت صفر و یکی نداره. من به شخصه نظر رو دارم، ولی خب جمع دیگری هستن در جامعه ایران که معتقد هستن که به حال همین جنبش سبز میتونه تحمیل بکنه در چارچوب همین قانون اساسی امکان پذیر هست. به حال این دوتا دیدگاه وجود داره در عرصه سیاسی ایران، ولی خب آقای خامنه‌ای و بخش مسلط قدرت همه راه ها و به اصطلاح منافذ رو بسته، نه تنها حالا به روی اصلاح طلبان یا حتی آقای موسوی که در ابتدا میخواست عقبتر از اصلاح طلبان بیاد، ولی در حین انتخابات در نهایت و عملا به موضع رادیکال تری کشیده شد. آقای خامنه ای الان حتی تیپایی مثل علی لاریجانی و غیره هم داره محدود میکنه. خب طبیعی هستش که ادامه این وضعیت حالت انفجاری رو در کشور ما تشدید میکنه و به طب امکان تغییر رادیکال و انقلابی رو مساعد تر. ریال در مقابل دلار ارزشش خیلی دست داده تو این چند مدت، و اینجوری که من شنیدم تصمیم دارن 4-0 از پولای ایران کم کنن. خواستم نظر شما رو راجع به این بپرسم، این چه اثری میذاره؟ آیا این برمیگردونه به جای اصلیش؟ و این وضعیت ریال رو در آینده نزدیک شما چجوری میبینید؟ ارزش پولش منظورم. عرض شود که من دو تا موضوع رو میخوام از هم جدا بکنم. یکی بحث این که 4-0 برداشتن چه اثری خواهد گذاشت، یکی این که آینده دلار به چه تهدیدی خواهد شد. بحث طرحی که الان هستش، طرحیه که قرار از بهار سال 93 اجرا بشه، یعنی ما بیشتر از 2 سال فاصله داریم. مطمئناً تأثیر خاصی بر تحولاتی که ما در مثلا ماه‌های آینده پیش رو خواهیم داشت نداره. برداشتن صفر یه اتفاقی که در خیلی از کشورها افتاده، به خصوص در کشورهایی که دوچار هایپر اینفلیشن شدن، تورم شدید و مهار گسیخته شدن، اینا بعد از این که سیاست‌های پولی درست رو اتخاذ می‌کنن و از اون وضعیت نوسانات شدید خارج میشن، معمولاً به دو دلیل این کار انجام میدن. یکی به دلیل این هستش که حسابداری این به قول معروف مبالغ واقعاً ناممکن میشه. این حالا 4-0 گهگاه 6-0 برداشته میشه، مثلا ما در ترکیه آخرین مثالش رو داشتیم برای اینکه ثابت بشه. یک دلیل دیگه اش هم این هست که برای اینکه از لحاظ روانی این که ما بگیم که از اون دوران عبور کردیم، گذشتیم و یک دوران جدیدی هست، این اتفاق برای اینکه تغییر پول بدن و تغییر بدن صفر رو بردارن، حالا گهگاه اسم رو هم عوض میکنن، این اتفاق میفته. چیزی که هست اینه که هیچ کدوم از این دو اتفاق حالا فعلا در ایران رخ نداده، یعنی ما نه اونقدر این اعداد و ارقام شدید بالا رفته، اونقدر دوچار تورم مهار گسیخته هنوز نشدیم. و
نگرانی که حالا من شخصا دارم اینه که ممکنه که قراره چون بشیم از الان قراره که معلوم بشه که در یک سال آینده دچار تورم مهار گسیخته بشیم، بعدش اون وقت بعد دو سال ازش خارج بشیم و اون وقت آقایون صفرا رو بردارن. این حالا یک سناریوی ممکنیه، ولی از لحاظ اینکه آیا الان این لازمه این رخ بده، نه، به این دلیل که نه ما دچار اون تورم مهار گسیخته شدیم و نه اینکه از این وضعیت ناموزون خارج شدیم که بگیم که دیگه احتیاجی نداریم و دیگه راحت شدیم و هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد، میتونیم 4-0 رو برداریم و مثل کشورهای نرمال دیگه تورم زیر 5% رو داشته باشیم حتما. از لحاظ سوال دومتون، بحثی که هست راجع به نرخ برابری ریال با دلار، چند تا عامل هست که خیلی اینجا حیاتی بوده. یک این بوده که دولت ایران به صورت کلی یک بی‌انضباطی‌های پولی داشته، به این معنا که پول چاپ می‌کردن سریع‌تر از نرخ رشد اقتصاد، که این وقتی که بی‌انضباطی‌های مالی هم شدت پیدا کرده، به این عنوان که مثلا شما طرح هدفمندسازی یارانه‌ها داشتید قبل از اینکه درآمدهایی که حالا اعلام کرده بود که محقق خواهد شد بیاید و برای پرداخت‌هایی که این طرح داشته از بانک مرکزی تنخواه بگیرید، این بی انضباطی مالیتون به این عنوان که خرجتون با دخلتون نمیخوره منجر شده بود به یک بی انضباطی های پولی و تمام اینا خب به قول معروف ریال رو کلن در برابر تمام ارزهای جهان تضعیف داشت میکرد و این تورمی که ما در ایران داشتیم نتیجه این بی انضباطی های پولی بود. منتها اتفاقی که افتاد این بود که در سالهای گذشته درآمدهای ارزی ایران افزایش پیدا کرد، دولت ایران جایی برای سرمایه گذاری این درآمدهای ارزی نداشت، باز به دلیل همین انزوایی که راجبش صحبت کردیم، و برخلاف مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس که اینا sovereign wealth fund دارن میرن در بقیه دنیا سرمایه گذاری میکنن و کشورهای دیگه هم این رو دارن، مثلا مثال خیلی مشهورش نروژ هست که اینا درآمدهای ارزیشون که بالا میره در داخل اقتصادشون خب توانایی کشش این رو نداره، در جای دیگه دنیا سرمایه گذاری میکنن. به دلیل این انزوا هیچ وقت ایران این کار رو نتونست بکنه، یک حساب صندوق ذخیره ارزی داشتن که عملا هیچ فرقی نمیکرد، یک پولی بود اونجا بود و باعث تقویت ریال در برابر دلار میشد و با وجود تورم شدیدی که ما داشتیم که به طور متوسط بین 15-20% بوده، نرخ افزایش به قول معروف برابری ریال با دلار به اون میزان بالا نرفته بود و این اتفاق عملا در دراز مدت باعث شده بود که تولید کنندگان داخلی ایران نتونن رقابت کنن با خارجی ها و ما وضعیتی که داریم که افزایش وارداتشیم باز برمیگشته به همین موضوع. به این معنا واقعا احتیاج داشته که قیمت، یعنی فشار همیشه بوده که قیمت دلار بهتره که به صورت تدریجی در برابر ریال بالا بره که لااقل اون تورمی که رخ داده این رو جبران بکنه. اتفاقی که افتاد این بود که در ماه‌های گذشته به واسطه این تحریم‌هایی که مطرح شد معلوم شد که ادامه درآمدهای ارزی ایران از محل نفت به صورت گذشته ممکن نخواهد بود. از اون طرف به دلیل انواع فشارهای که در پیمنت سیستم وارد میشد بر ایران، به این معنا که مبادلات تجاری دشوار شده بود، هزینه واردات هم بر ایران بیشتر از گذشته شده طبیعتاً، به خصوص احتیاج به دلار به قول معروف اسکناسی بیشتر شده و تمام اینا یه فشار اضافه‌ای رو وارد کرد که مردم و فعالین اقتصادی می‌خواستن که دلار تهیه کنن که از یه طرف اعتماد نداشتن که بانک مرکزی در آینده بتونه دلار در اختیار اینا قرار بده، از طرف دیگه کلاً اعتماد نداشتن که سیستم بانکی بتونه اصلا کاری انجام بده و هر دو اینها هم خب ثابت شد که درست بود و مردم خیلی اتفاقا عقلانی عمل کردن، به این معنا که هم اون درآمدها به اون صورت لااقل محقق نخواهد شد، یعنی الان غیر از بحث تحریم های نفتی که از طرف اروپا داره مطرح میشه ما میبینیم که چین و هند هم به اون معنا خرید نفتشون رو از ایران حالا لااقل به صورت ارزی دلاری
دارن کاهش میدن، ارزهای خودشون رو میخوان جایگزین کنن. و از طرف دیگه هم اتفاقی که افتاد این بود که سیستم بانکی کلن دیگه به اون معنا کار کرد نخواهد داشت. جدیدترین دورش هم همین خارج کردن 3 تا بانک عمده ایران از سیستم سویفت بود و اعمال محدودیت بر سایر بانک های ایران بود و به هر دلیل تمام اینا باعث شده که فشاری بیاد بر بانک مرکزی، فشاری بیاد بر توانایی بانک مرکزی برای دفاع از ارزش بود. این نوساناتی که ما الان دیم و این اختلافی که فرض کنید 1226 تومان الان نرخ رسمیه که بانک مرکزی اعلام میکنه و از اون طرف در بازار 1900 تومان 2000 تومان اگر که شما بتونید پیدا بکنید این اختلاف رو دارید میبینید و میبینید که مثلا دانشجویان خانواده‌هاشون میرن میخوان به هر صورت از این رانتی که دولت در اختیارشون قرار میده استفاده کنن. در تمام اقشار ما اینو داریم میبینیم، تمام اینا به دلیل اون فشاری بود که از قبل وجود داشت و این شوک‌های ناگهانی بود که دفعه وارد شد و این اختلاف به وجود داشت. این که در ماه‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد که سوال اصلی شما بود، واقعیت امر اینه که بستگی داره به این که آیا این تحریم‌ها به این شدتی که الان صحبتش میشه واقعا ادامه پیدا بکنه و یا اینکه نه جمهوری اسلامی بیاد و کوتاه بیاد. من به کمپ خوشبین ها تعلق دارم. من معتقدم که آقای خامنه ای درسته که خیلی سالم فکر نمی کنه ولی اونقدر هم از واقعیت برخلاف اطرافیانش جدا نیست و وقتی که این فشارها، این زورها به قول معروف خیلی پرزور بشن ایشون گوشی دستش میاد و بیخیالش میشه و خیلی آینده رو لزوما تاریک نمیبینم. به این عنوان که اگر که شما یک مثلا کوتاه اومدن از طرف ایران داشته باشید، یه عادی سازی روابط با اروپا داشته باشید، ما فرصت خیلی فراوانی برای سرمایه گذاری داریم و از این وضعیت خارج میشیم. منتها خب این گفتم این دید خوشبینانه است. دیدی که حالا وجود داره، دیدهای بدبینانه تری که وجود داره اینه که نه، اینها شدت بیشتری خواهند یافت و باعث خواهد شد که قیمت دلار حتی از این هم که هست بالاتر بره و فراتر از اون اینه که بازار رسمی به اون معنی که ما داشتیم دیگه اصلا وجود نخواهد داشت. یعنی قیمت دلاری که ما قبلا میرفتیم به یک بازاری وجود داشت، میرفتیم اونجا قیمت میگرفتیم، به اون معنی حتی وجود نخواهد داشت. البته اینم بگم که اگر که رشد اقتصادی داخلی ایران از اینی هم که هست کنتر بشه که الان مثلا صحبتی که میشه، تخمین هایی که وجود داره 2.5% تا 3.5% رشد هست، اگه این کنتر بشه به واسطه این تحریم ها کلن تقاضا هم برای ارز کمتر خواهد شد و لزوما اینطور نیست که دلار مثلا بره بالا بشه 4000 تومان 3000 تومان. این اتفاق واقعا نیست، من خیلی بعید میدونم. ولی اینکه حالا بالا خواهد رفت یا پایین خواهد رفت بیشتر به نظر من برمیگرده به اینکه تصور شما از آینده تحولات سیاسی ایران و تعاملاتش با دول غربی چطور باشه. ببخشید که طولانی جواب دادم. نظامی توی پرسشاشون برگردوندن که نقش ما چی هستش در برابر این تحریم‌های اقتصادی و من کلن سوالم این هستش که به جای تحلیل چرایی و چگونگی وضعیت موجود، آیا شما راهکار عملی، و تأکید میکنم راهکار عملی، با در نظر گرفتن شرایط خاص جامعه ایران چه به لحاظ فشارهای نظامی، اجتماعی و فرهنگی برای خروج از در حقیقت وضعیت موجود پیشبینی میکنید یا ارائه میتونید بدید؟ شما دو بخش داره. من قسمت اولش رو بخوام پاسخ بدم در خصوص تحریم ها خب من اساسا معتقد هستم که نیروهای سیاسی ایران و اساسا مردم ایران در جایگاه تصمیم گیری یا تعیین این تحریم ها نیستن. یعنی به هر حال نیروهای خارجی به عنوان یک واقعیتی گرچه مطلوب نیست، من به اصطلاح معتقد هستم این تحریم ها آسیب میزنه به جامعه ایران و مردم ایران. البته اون تحریم های در اصل که طور مشخص بخش های اساسی اقتصاد ما رو در بر میگیره، مثلا تحریم های سیاسی یا تحریم های هدفان که فقط حکومت رو در بر میگیره مستثنا از این مسئله هستن، نمیشه یک شکل کلی رو گفت. ولی به هر حال یک واقعیتی هست که وجود داره. اون چیزی که دست مردم ایران یا نیروهای سیاسی مخالفین است حکومت ایران هست. لذا از منظر خیلی پراگماتیستی برای اینکه این تحریم ها و آثار زیانبارشون جلوش گرفته بشه باید فشار آورد که حکومت دست از این ماجراجوییش برداره. یعنی اون منافعی که بخواد از قبل این برنامه حالا نامشخص هسته‌ای که
داره جلو میبره در قبال این هزینه هایی که داریم پرداخت میکنیم اصلا ارزشش رو نداره و به تبع میشه اون مزایا رو در یک شرایط دیگری بهتر به دست آورد. در خصوص حالت دوم، خب به هر حال هر توصیه‌ای نمیتونه خارج از شرایط موجود عنوان بشه، در خلع نمیشه طرحی رو مطرح کرد. خب واقعیتش این هست که ما الان در وضعیت خوبی به سر نمیبریم. جامعه ایران هم در یک وضعیت دوباره ناامیدی قرار گرفته، سرگردانی، سردرگمی و یأسی حاکم هست. مثلا در همین انتخاباتی که من توضیح دادم، این همه حکومت چالش‌های مختلفی رو باهاش مواجه هست و مشکلاتی داره. ما متاسفانه نیروهای مخالف ما، نیروهای جامعه مدنی ما در موقعیت خوبی نیستن، در موقعیت کنشگری نیستن. اما به نظر من اون چیزی که میتونه کمک بکنه همین بحثی که حالا در این فیلم بود، در کوتاه مدت راه اندازی یک کمپین شکست هست رهبران سمبولیک جنبش سبز هست. چون ما نیاز داریم الان جو اختناق شکسته بشه، فضای پلیسی از بین بره. در این خصوص بهتر میشه تجمع نیرو الان انجام داد، همگرا کرد همه نیروهای مخالف رو. بعد این اتفاق بیفته، فضای پلیسی شکسته بشه، راه برای آزادی دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی مساعد میشه و بعد اون وقت میشه همه گروه ها، حالا چه اونهایی که معتقد به تغییر کلیت ساختار هستن، فضا پیدا بکنن برای فعالیت و چه نیروهایی که معتقد هستن به هر حال اصلاح همین ساختار یا آن چیزی که اجرای بی تنازل قانون اساسی اونو نامگذاری میکنن میتونه پاسخگو باشه. به هر حال در مقطع فعلی به نظر من اولویت شکستن فضای پلیسی است. من دو تا نکته دارم، اینجوری نیستش که بگم که واقعا میدونم که باید چه کار کرد. دو تا نکته دارم. نکته اولم راجبه اینه که آیا ما واقعا روی سیاست گذاری هایی که اینجا هست، در خارج از ایران هست، میتونیم اثر بگذاریم یا نمیتونیم بگذاریم واقعا. این یک موضوع هست. یک موضوع دیگه اینه که حالا در برابر یک واقعیتی که داره رخ میده ما چجوری باید برخورد بکنیم. پاسخ خیلی مختصرم به سوال اول اینه که خیر، واقعا ما تأثیر خاصی نمیتونیم الان یک باره در برابر این سیل بنیان افکنی که داره میاد داشته باشیم. تحریم ها شدت خواهد یافت و از اینی هم که هست بدتر خواهد شد احتمالاً، تا نقطه به قول معروف شکنندگی جمهوری اسلامی حاضرن که دول غربی اینو جلو برن و اگرم که مردم ایران دوچار سختی هایی خواهند شد بی تعارف خب گفته میشه که they deserve it، سناتور کلارک گفت. و متاسفانه این واقعیتی که ما در برابرش هستیم. حالا نکته دومم که راجع به مواجهه با این واقعیت بود که یک مقدارش برمیگرده به ما ایرانیان خارج از ایران و یک مقدارش برمیگرده به نیروهایی که داخل ایران فعال هستند. نگاه کنید، این که شما وضع زندگیتون بهتر میشه یا بدتر میشه خیلی چیز سختی نیستش که درک کنید. نکته اینه که در برابر این سختی یا به قول معروف این چشمنداز بدی که در برابرتون میبینید چگونه واکنش نشون بدید؟ آیا شکایت بکنید؟ آیا به قول معروف سکوت بکنید بگید که نه از این نیز بگذرد یا نه؟ مسئله اصلی اینه که متاسفانه بعضی ها وقتی که به وضعیه، به خصوص کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن و این فشارها رو هم اتفاقا تحمل نمیکنن، به این حرفی که بله مردم ایران داره فشار وارد میشه بهشون و فلان و بهمان اینا، وارد دوباره همون فضایی که من اسمش میذارم استکبار ستیزی میشن و از اون زاویه صحبت میکنن. به این عنوان که دنیا با ما دشمنه، نمیخوان بذارن ما پیشرفت کنیم و از این زاویه با این پارادایم میخوان با این موضوع مواجه بشن. حالا میشه خیلی مفصل صحبت کرد راجع به اینکه آیا دنیا واقعا با ما مثلا مشکل داره، با ایرانی ها مشکل داره، یا اینکه ما اصلا داشتیم یک پیشرفت خیلی شگرفی رو انجام میدادیم که دنیا یه دفعه نگران شده که نکنه اینا بیان از ما جلو بزنن، خواستن جلوی ما رو بگیرن. خب اینا فکر کنم ساده تر از اینکه میخوان وقتمون رو صرفش بکنیم. پس واقعیت امر اینه که
ما باید برگردیم و نگاه کنیم ببینیم که این دور باطل از کجا شروع شده و اون از دید من رفتار حکومت ایران هست، تصوری که غلط داره از دنیا و فعالین ایرانی هم به نظر من کار خودشونو برای این که این تصور رو تصحیح بکنن و دید واقع بینانه تری نسبت به جایگاه ایران در عالم هم برای خودشون داشته باشن و هم با توجه به اون دید با همدیگه صحبت بکنن و راجع به چشمنداز ایران برنامه ریزی بکنن به دلایل مختلف نداشتن و اصلی ترین کاری که از نظر من باید انجام بدن این بوده. این کسایی هستن که خارج از ایران دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن و فکر میکنن. کسانی که داخل ایران هستن، من هیچ وقت خودم در جایگاهی نمیبینم که بیام بگم که کسی باید این کار رو بکنه، چون نه اطلاعات ما کافی هست و نه میتونیم که حساب به قول معروف هزینه فایده رفتارهای آدم ها رو بکنیم. اما چیزی که میتونیم بگیم اینه که وزن یک موضوعی رو برجسته بکنیم و اساسی ترین چیزی که باز این افراد به نظر من گروه های سیاسی به خصوص انجام نمیدن و من خیلی مستقیم اینو مثلا به گروه هایی که حالا اصلاح طلب هم هستن و اینا این انتقاد رو به شدت وارد میدونم دارن، اونم اینه که وانمود میشه که این اتفاقات نتیجه یه سری بدفهمی ها یا بدرفتاری های دولت احمدی نژاد بوده و اگه یک جوری این دولت بره کنار همه چیز گل و بلبل میشه و درست میشه. واقعیت اینه که اینطور نیست. آقای احمدی نژاد این کارا رو با اذن خامنه ای انجام داده و آقای احمدی نژاد هم الان اگه یک مقدار خلاصه از اون وضعیت خوبی که داشته با رهبر خارج شده به خاطر این بوده که ایشون هم مجبور بوده کشور رو اداره بکنه و یک مقدار گوشی دستش اومده که اینجوری نمیشه اداره کرد. ایشون چند ماه پیش در علی‌آباد کتول وقتی داشتن صحبت میکردن، سه روز بعد از صحبت آقای خامنه‌ای راجع به استقلال اقتصادی و این صحبت‌ها گفتن که آقای احمدی نژاد گفتن که بعضیا فکر میکنن میشه دور کشور دیوار کشید، 70 سال همین همسایه بالای ما این کارو کرد، ببینید به کجا رسید. خب هر کسی که در جایگاه اجرایی قرار میگیره این دیده یک مقدار واقع بینانه تر پیدا میکنه و این حالا موضوعی که مطمئنن آقای افشاری بهتر از من میتونن توضیح بدن که آقای خامنه‌ای با تمام دولت‌ها مشکل داشتن، یعنی چه از دولت آقای موسوی زمانی که نخست وزیر بوده مشکل داشته چه تا الان. عاقبت کار تصویری که ایشون از دنیا دارن با واقعیت‌ها جور نیست و برای همین منجر به تقابل میشه. به نظر من نیروهای سیاسی باید این واقعیت رو ببینن، بپذیرن و با توجه به این رفتار بکنن و حرف بزنن و کار بکنن. حالا اینکه هزینه فایدهش چیا هست اونا رو مطمئنا خودشون تصمیم میگیرن. تشکر از هر دوی دوستان. از هر کدوم از اساتید یه سوال داشتم، از آقای افشاری به مناسبت اینکه توی زمینه اول میتونه این باشه که حالا خیلی کلی هست سوالم که با توجه به شناختی که شما دارین از مردم ایران بعد جنبشی که توی دانشگاه بود، چه عواملی رو در واقع باعث چه عواملی رو می‌بینید که باعث شد که توی سوریه هنوز مردم ایستادگی می‌کنن و بعد از یک سال این همه کشته میدن و عقب نشستن، اما توی ایران واقعا مردم ناامید شدن و حالا اون جنبشی رو که مردم سوریه دارن ندارن. فکر میکنین چه عواملی میتونه تأثیر داشته باشه و اگر که مقایسه ای داشته باشه ممنون میشم. از آقای نظامی هم به مناسبت جان، چون شما فعال بودین توی دانشگاه، من فکر میکردم که حداقل از این لحاظ که دانشجوها رو بتونین بگین که چرا توی سوریه در واقع چجوری میشه این دوتا رو با هم مقایسه کرد که در واقع حالا از دانشجوها و قشر الیت جامعه در واقع خیلی حتی اگه بخوایم کلی‌تر نگاه بکنیم به در واقع به کل جامعه یا کسایی که توی جنبش سبز هستن نسبت به مقایسه داشته باشیم به اعتراضی که هست توی سوریه و عواملی که باعث میشه که ادامه پیدا کرده و عواملی که در واقع مرده. عرض کنم که از آقای نظامی هم به مناسبت اقتصاد اگر اجازه داشته باشم سوال بکنم راجع به اینکه فرض بکنیم که جنگی نشه و الان جولای بشه،
و عملا تحریم ها عملی بشه با توجه به اینکه آقای عسکرآبادی فرموده بودن که ما مشکل در واقع غذا و اینا هم خواهیم داشت. فکر میکنین که ایران به چه سمتی پیش میره؟ داره به سمت نفت و غذا پیش میره، به سمت جنگ پیش میره و اوضاع اقتصادی ایران رو در موقع چجوری ارزیابی میکنین؟ اگه ترسیمی بدین کلی که این اتفاقات خواهد افتاد در ایران، خیلی ممنون میشم، خیلی جالب خواهد بود. خیلی ممنون از شما. ببینید، خب این سوالی که شما کردید در اصل جوابش خب نیاز واقعا به یک جمع‌بندی و تحقیقات مفصلی داره، ساده نمیشه به این پاسخ داد، ولی من سعی میکنم در حد به حال بذائت خودم و همین فضای محدودی که حالا در اختیار داریم یه نکاتی رو مطرح بکنم. ببینید، به نظر من البته ما تفاوت‌های جوامع رو خب باید در نظر گرفت. مردم سوریه شاید تجربه 30 سال پیش ما رو نداشتن و بیشتر تحت تأثیر تحولات بهار عربی بودن. اما چند تصور غلط یا چند به نظر من در اصل افسانه سازی که صورت گرفته پای به اصطلاح جنبش اجتماعی در ایران تضعیف کرده، که اینا خیلی مهم هستن که بعد توضیح میدم چرا باعث شد که جنبش سبز زمینگیر بشه، اما در اون جنبش های اینگونه نیست و جلوتر میره. یکی مسئله اصلاح و انقلاب هست، مسئله ای که خب شاید تجربه 33 سال پیش در اصل و تجربه دوران اصلاحات باعث شد که یک عده‌ای اصلاح طلبی به معنای این که نهادهای پایه یک حکومت باقی بمونن و به شکل مسالمت آمیز به اصطلاح حاکمان عوض بشن یا دیدگاه جدیدی حاکم بشه رو اینو بهش ارزش مطلق بخشیدن، درست برعکس 33 سال پیش که هر نوع فعالیت رفرمیستی یک کفر سیاسی بود و حال یک امر نامقبولی بود، یک خط قرمزی بود و این انقلاب بود که تقدیس می شد، این انقلاب بود که ارزشمند بود. ما در این دوره عکسش رو شاهد بودیم و هر نوع فعالیتی که میخواد، خب الان در سوریه خیلی راحت میگن اسد باید بره، حکومت باید تغییر پیدا کنه و این رو به طور طبیعی نتیجه به اصطلاح خشونت بیرحمانه لجام‌گسیخته و آدمکشی‌هایی که امروز بنا به آمارها حداقل 7000 نفر کشته شدن، میگن به طور طبیعی این حکومت باید بره. ولی ما در جنبش سبز چنین چیزی رو شاهد نبودیم. هر جا که دیدگاه ها بالاخره با توجه به اون برخورد انقباضی که حکومت انجام میداد خواسته رادیکال تر شدن بود، خب با اونا مخالفت میشد و به نوعی ترمزهای جلوی این قضیه گذاشته میشد. مسئله بعدی برمیگرده به نحوه بروز نیروی اجتماعی. نیروی اجتماعی برخلاف در شرایط خاصی مثل سوریه، مثل مصر، مثل ایران، مثل انقلاب بهمن 57، اینها شرایطی نیستن که نامحدود شما فرصت داشته باشید. مردم در دوره کوتاه یا بسیج میشن یا حاضر میشن ورای شرایط متعارف سیاسی عمل بکنن، حاضر میشن استقبال بکنن از مخاطرات، از هزینه ها. این یک دوره زمانی محدوده، شما در همون دوره باید استفاده کنید. تصور کنید آیت الله خمینی در بهمن 57 در وسط های کاری خودت شل میکرد کار رو، همون جور مستمرن نمیگفت نه شاه باید بره، تسلیم نظرات اطرافیان میشد که بهش انذار میدادن که آقا مردم رو به خطر نینداز، اوضاع خوب نیست، ارتش ممکنه فلان کار رو بکنه، ممکنه حمام خون راه بیفته. اون توجهی نکرد و ایستاد و اون ایستادگیش که به نظر من هوشمندانه بود خیلی نقش زیادی در اون موفقیت داشت. در اتفاقات بهار عربی همین طور بود، یعنی اون روزی که متحسنین در میدان تحریر مصر که وقتی نیروهای هوادار مبارک اونها حمله کردن با سلاح‌های سرد و گرم میدان رو خالی کرده بودن، مقاومت نکرده بودن، به نظر من نتیجه کار عوض میشد. در جنبش سبز هم همین بود. شما برگردیم به عاشورا، برخوردی که مردم کردن، این همه هیاهویی که راه افتاد، به نظر من این هیاهو درست نبود. یعنی اون مردم خیلی طبیعی در مقابل خشونت سازمان یافته حکومت واکنش نشون دادن، اقدام تندی هم نکردن علل عموم. حتی خیلی از این چهره های سرکوبگر هم به اصطلاح وقتی که دست مردم گرفتار شده بودن اینها رو آزاد کردن، نذاشتن با اونها برخورد صورت بگیره، واکنش به مثلی بشه، ولی برخورد محکمی کردن در دفاع از خودشون. این الگو راه افتاده بود، به نظر من نتیجه جنبش سبز هم
عوض میشد. یعنی احتمال وجود داشت، قطعا که نمیشه گفت، ولی به نظر من این احتمال وجود داشت و در آینده ایران هم همینطوره. این تصوری که برخی از دوستان دارن یه جمهوری اسلامی رو میشه در یک شرایط خیلی به اصطلاح ناب که کاملا مسالمت آمیز باشه، کاملا نمیدونم مردمی که شمع روشن بکنن بیان تو عرصه خیابون میتونن تغییر بدن، میتونن منجر وادار به عقب نشینی بکنن، تصویر کاملا غلطیه. تعریف اونها هم از مبارزه بیخشونت تعریف غلطیه. در مبارزه بیخشونت اشکال ناموجه خشونت محکوم میشه، مطرود میشه و همیشه این شمشیر استفاده از تهدید خشونت بر سر حکومت قرار داره تا بتونن برنامه مبارزاتی مسالمت جویانه خودشون رو جلو ببرن. این به نظر من تصورات غلطی هست که چون شرایط ایران شرایطی نیست که مثلا جمهوری اسلامی مثل مدل انگلستان عمل بکنه، در جای عقب نشینی کنه، پذیرای خواسته مردم بشه. این رو هم شخص آقای خامنه‌ای، حکومت و هم ویژگی های ساختاری این حکومت که از ابتدا به اصطلاح به اون شکل داده به وجود آورده. این خواست مخالفین نیست یا اونها نتونستن این اراده رو تحمیل بکنن، حکومت این اراده رو تحمیل کرده. لذا شرایط به سمت این رفته که بین وضع موجود و وضع مطلوب بن‌بستی به وجود اومده و ناگزیر فضا رو به سمت مدل فرانسوی میبره ایران رو. در این شرایط خالی کردن صحنه مبارزه با این توجیه که مردم اگر بمونن خشونت میاره، خشونت بیشتر میشه، این برعکس در عمل منجر به این شده که حکومت جلوتر بیاد، ناموجه ترین، بدترین و مخرب ترین وجه خشونت سیاسی حاکم باشه و بعد هم منجر بشه به انفعال و ناامیدی مردم. بعد باز یک فاکتور مهم دیگه رهبری. البته من حق میدم به جانب آقای موسوی، آقای مهندس موسوی اومده بود بین اصلاح طلبان و اصولگراها باشه، ایشون اومده بود رئیس جمهور یک نظامی بشه که به حال بهش تعلق داره، مدتی نخست وزیرش بوده، نیومده بود رهبر انقلاب بشه، نیومده بود رهبر جریان اپوزیسیون بشه، اصلا در مخیلش هم نمیگنجه چنین چیزی بشه. طبیعی بود وقتی مواجه با اون وضعیت شد، حالا به حال ایشون ایستادگی کرد، برخلاف حالا شاید اگر آقای خاتمی بود همون ابتدای کار عرصه رو خالی میکرد و به خدا میسپرد و غیره و اینها، ایشون بالاخره ایستاد و به همین دلیل هم حساسیت آقای خامنه‌ای نسبت بهش وجود داشت. اما فکر نمیکرد وضعیت این گونه میشه. وقتی 3 میلیون اومده بودن به لحاظ ذهنی آماده نبود. این خیلی مهمه. در مصر، در سوریه، در مصر، در لیبی این جمعیت اومده بود و اون رهبرانش کار کنن به اصطلاح، ولی آقای موسوی نه، مردد بود بین این قضیه و حتی بخشایی از اون جمعیتی که اومده بودن هم همینطور مردد بودن. ولی اگر اون رهبری آماده بود، برنامه داشت، همون جمعیت 3 میلیونی میتونست بالاخره، آره نه به معنا که نظام رو تغییر بده، ولی حداقل میتونست انتخابات رو باطل بکنه و خیلی جلوتر ببره به اصطلاح این جنبش سبز رو. و منتهای مراتب میگم ما فاقد این مراحل بودیم و الان در آینده ایران هم بخواد رخ بده اون مسائل لحاظ ذهنی باید تصحیح بشه. اینا فلج کرده وضعیت رو، اون اتفاق هم نمیفته. تصوری که برخی دارن که یا آقای خامنه‌ای به آقا تغییر موضعی بده یا شرایط معجزه وار مثلا اتفاقی بیفته که موازنه قوا رو به نفع مردم تغییر بده، چنین چیزی رخ نمیده. این دعواهای داخل حکومت هم دعوای داخل حکومت هست، ایناش کدومشون توجهی به سمت مردم ندارن. لذا به این چیزها نمیشه امید بست. این تصورات غلطی که به نظر من دست و پای جنبش تحقیق‌خواهانه تو ایران رو بسته، اینها باید تغییر بکنه. البته میگم به لحاظ ذهنی هم میخوره مردم ها چهشون ترسیده، البته اون بر قضیه هم باید دید، ولی ایجاد یک جنبشی که میخواد هم به شکل مسالمت آمیز منتها به معنای درست کلمه، یعنی از حق دفاع خودش استفاده میکنه، از استفاده از قدرت برخورد محکم مردم استفاده میکنه، خشونت طلبان رو عقب میرونه و یک برنامه مبارزاتی مستمر داره. این برنامه که دوستان ما هر چنگاهی در شورای هماهنگی راه سبز و امید یه فراخوانی رو از خارج میدن، اعلام میکنن که عده‌ای بیان راه به مایی سکوت بکنن، این راه به جایی نمیبره و نبرده و کاملا شاهد هستیم که یک روند فرسایشیه. برعکس راه انداختن یک حرکتی که بتونه صحنه معادلات سیاسی ایران رو عوض بکنه، اولا باید با رعایت نکات حرفه‌ای کار سیاسی باشه. هر حرکت سیاسی نمیشه شما یه فراخوان از بیرون بدید
و بعد فکر کنید که اتفاقی میفته تو اون کشور. اگر این گونه بود که تو این 32 سال خیلی از برخی از این دایه‌داران قدیمی اپوزیسیون خب کرده بودن این کارها رو. یک نیروی میدانی میخواد، اون نیروی میدانی هم با جلب به اصطلاح اعتماد خواهد بود و همچنین رعایت این نکات و بعد هم حرکت سیاسی مستمر میخواد. شما نمیتونید یه بار مردم اعلام بکنید بیان بیرون کتک هم بخورن، به اصطلاح زیر ضربه برن، بازداشت بشن، دوباره ول بشن و یه حرکت بعدی. خب این پتانسیل اونها رو مستهلک میکنه. مردم به صورت توده فراگیر حوصله ندارن که مثلا توی بازه زمانی چند ساله و یک آینده نامعلوم در عرصه حضور پیدا کنن. یک فعالیت سیاسی مستمر میخواد با رهبری مشخص، با برنامه سیاسی مشخص. موافقم. من اول یه توضیح بدم که آقای اسدالله عسکرولادی که گفته بودن قحطی خواهد شد، حرفشون ازشون پس گرفتن. ولی موضوع بازجویی هم شدن. آقای مصلح توضیح دادن که ایشون رو باید سوال کنیم چرا این حرف دارید. من دو تا موضوع رو اول بگم، چون توی ادبیات قحطی این موضوع خیلی مسئله مهمی بوده. یه آقای هست به اسم آمارتیا سن که اقتصاددانیه که سال 98 نوبل اقتصاد هم برده. ایشون جزء کسانی هستن که خب نیمی از کار اصلی که انجام دادن که به واسطش نوبل بردن کارهایی روی قحطی بوده. نکته اصلی که از این ادبیات هم یاد میگیره اینه که قحطی به خاطر کمبود نیست، قحطی به خاطر عدم توانایی یک اقشاری از جامعه است برای اینکه مایحتاج خودشون رو تهیه بکنن. مدل کلاسیکی که حالا سن تقریب میکنه بحث به قول معروف قحطی بنگال در سال 1943 الان داشتم چک میکردم که اتفاقی که افتاد این بوده که اتفاقا تولید مثلا مواد غذایی حتی افزایش پیدا کرده نسبت به سالهای قبل، منتها یک دسته خیلی به نسبت کوچیکی از سربازان انگلیسی که اون موقع حالا به واسطه جنگ جهانی دوم اونجا بودن، اینا چون توانایی خرید خیلی بالاتری داشتن نسبت بقیه مردم بنگالی اونجا، اینا خب بقیه رو به قول معروف از بازار خارج کردن و این باعث قحطی شده. این نکته‌ایه که حالا از اونجا باعث شده که آقای سن به این موضوع توجه کنه و نشون داده که تو اکثر قحطیاتی که حالا اطلاعات راجبش هست، چون قحطی بزرگی دیگه هم بعدن در چین رخ داده در دهه 60، در تمام این قحطی‌ها اتفاقی که میفته این نیستش که شما مواد غذایی کافی ندارید. اتفاقی که میفته اینه که بنا به دلایل متعدد از جمله نابرابری اقتصادی، توانایی یک سری اقشاری از جامعه برای تهیه مایحتاج غذاییشون از بین میره. حالا با توجه به این الگو ما باید بیایم ببینیم که خب چه اتفاقی داره میفته، آیا ما در ایران میتونیم دچار قحطی بشیم یا نمیتونیم واقعا دچار قحطی بشیم و قابل کنترله. اخباری که حالا هست حتما همتون شنیدید اینه که بر صورت به دلیل تحریم‌های بانکی که مثلا اعمال شده، الان کشتی های قله میان در بنادر ایران و به این دلیل که این LC و اینا باز نشده نمیتونن کار بکنن روش، اینا نمیتونن بارشون تحویل بدن، از 10 تاشون 5 تاشون هم برمیگردن و میرن. خب یعنی ما یک کمبود احتمالا خواهیم داشت. از طرف دیگه اتفاقی که میفته اینه که فرض کنید یک تفاوت قیمت خیلی شدیدی بین نرخ رسمی بانک مرکزی و نرخ بازار وجود میاد، تولید کننده مواد غذایی در داخل ایران احساس میکنه که خب خیلی بهتره به جای این که این محصولاتشو در داخل ایران به فروش برسونه ببره اینو در کشورهای همسایه مثلا عراق، مثلا افغانستان، در اینا به فروش برسونه و به ازاش دلار بگیره و از این تفاوت قیمت استفاده بکنه، ما ناگهان مواجه میشیم با این که فرض کنید صادرات مرغ ایران گفته میشه که در عرض یک ماه مثلا 200 برابر شده و خب همه که شما نگاه بکنید کلن هر وقت از این اتفاقا میفته، هر وقت مثلا تولید علم در ایران 2 برابر میشه شما، یا هر وقت صادرات مرغ مثلا 200 برابر میره بالا، همیشه باید نگران بشید. یعنی که حتما خب
به صورت طبیعی شما یک چیزی رو نمیتونید دو برابر کنید یک دفعه، حتما یه اتفاقی افتاده دیگه. و نگاه میکنیم میبینید که به خاطر این تفاوت قیمت ها بوده. که این مثال دوم دقیقا مصداق همونه که یک دفعه یک اقشاری از جامعه ممکنه توانایی تهیه یک سری مایحتاج رو نداشته باشد، به خاطر کمبود نیست. این نیستش که شما نداشته باشید، یعنی یک دفعه مثلا میزان مصرف این بالا طرفته به میزان تولدش افزایش پیدا کرده. اتفاقی میفته این که یک دفعه تغییر قیمت های نسبی رخ میده، یک اقشاری از جامعه دیگه توانای تهیه مایحتاجشون رو ندارن و ما میتونیم دچار حالا یا قحطی مزمن بشیم، به این عنوان که فرض کنید اقشاری از جامعه ما دیگه الان مدت هاست که گوشت گوسفند و گوساله نمیتونن تهیه کنن، از گوشت مرغ استفاده میکردن، الان خب اونم متاسفانه گویا نمیتونن تهیه کنن، حالا باید از فرض کنید از سویا اگه بتونن استفاده بکنن و یعنی پروتئین لازمش نمیتونن دریافت کنن. خب ما یه هم چه حالت قحطی مزمنی رو داریم، ولی تا زمانی که ما یه دولتی داریم که هنوز فعلا کار میکنه، یعنی حالا اینم باز ممکنه که ما دوچار کلاپس سیاسی بشیم و اینم نباشه، من شخصا بعید میدونم که ما دوچار قحطی مثلا به اون معنی که ملت واقعا دیگه از گرسنگی بمیرن و اینا بشیم و سناریوی نفت در برابر غذا اینا هم هنوز من فکر کنم که آقای خامنه‌ای، باز میگم من به کمپ خوشبین ها تعلق دارم، عاقل تر از اونه که صبر کنه تا ما به اونجا برسیم و ایشون اتفاقا سنسوراشون خوب کار میکنه هنوز نسبت به بقیه اطرافیانشون و به محض اینکه مثلا میبینن که یک تحولاتی در بازار رخ میده نگران میشن، میان اول از مردم شکایت میکنن، حالا کم کم میفهمن که اینجوری نیست، حالا امیدواریم که رفتارشون عوض بکنه. یه نکته هم اضافه بکنم به همین سوال که شما کردید، بحثی که بورگان مطرح کرد بعد به سوال قبلی که دوستانم ارتباط پیدا میکنه، به نظرم که از کارهایی هم که نباید کرد، یعنی یه کاری که شاید کاری که باید کرد، برخورد واقع بینانه با این مشکلاته. ما متاسفانه برخی از نیروهای سیاسی مخالف ما، حالا چه اونهایی که موافق حالا تحریم ها هستن چه مخالف تحریم ها هستن، این مسائل رو از منظر اون ایدئولوژی های خودشون یا از منظر اهداف سیاسی خودشون دنبال میکنن. مثلا در همین قوانین قحطی ها برخی که من میدونم خود اینها میدونن که کوتاه مدت چنین چیزی امکان پذیر نیست، این قضیه رو خیلی روش مانور دادن، این ترس و هراس رو در جامعه ایران انداختن، از اون طرف هم مردم هجوم آوردن به بازارها و نتیجه این کار افزایش قیمت ها وجود افزایش تورم مصنوعی میشه. این برخورد ها من از من غیر مسئولانه است. باید بله از اون طرفش هم نسبت به این تحریم ها تداوم تحریم ها روشنگری کرد، نگرانی ها رو گفت، ولی برای اینکه ما الان بخوام یک ایده سیاسی خودمون رو جلو ببریم و حال در این فضای رقابت های سیاسی خودمون رو تثبیت بکنیم یا حقانیت نظرات خودمون رو بگیم بزرگ نمایی بکنیم، اینها ضربه زدن به جامعه هست. به نظر من این کار رو نباید کرد، یعنی همونجور که حکومت یک شکل از ارعاب و هراس افکنی رو ایجاد میکنه و با خودش برنامه رو جلو میبره، از تهدیدهای خارجی هم نباید استفاده هراس افکنانه کرد. من میگم استقبالم نباید که قطعا هر تهدیدی رو باید نگران کنه ما رو، منتها باید فکر بکنیم که آن چیزی که عملا امکان پذیر هست و در یک راهبرد واقع بینانه و راه حل هم براش ارائه بدیم، وگرنه شعاری میشه تونترین حرفا رو هم زد ولی در عملش ما به ازایی نداشته باشه، تأثیری نداشته باشه، دردی رو از مردم دوا نکنه. ولی این اجتناب از این هراس افکنی، چون بحث این به اصطلاح قحطی رو یه سری روش خیلی مانوف دادن و به نظر من تأثیر منفی هم در به اصطلاح شرایط اقتصادی ایران گذاشت. من هم بعد همه مجموعه دوستانی که شما نام بردید، کل اعضای سبزهیوستون و همه عزیزانی که این در این روز خوب واقعا هوای خوب، منم واقعا صحبت می‌کردیم که کسی نیاد کار کاملا طبیعی انجام داده، به هر حال زحمت کشیدید و وقت گذاشتید، خیلی سپاسگزاری می‌کنم. یاد دو عزیزی هم که به حال در 25 بهمن ماه سال گذشته پرپر شدن، شهید محمد مختاری و جاله سانه هم گرامی می‌داریم، به همراه همه
قربانیان و جانباختگان راه آزادی در تاریخ کشورمون که امیدواریم دیگه این مسائل فقط تبدیل بشن به گذشته و به آرشیو تاریخ ما.